چه فکرش نمیشه کرد. کوروش ببین. خیلی تو ارتفاع 2800 متری هستیم و اینم دریاچه زیبای گهر. سلام سلام به همه شما دوستای عزیز که همسفر ما هستید. امروز از اقامتگاه هزار چشمه حرکت می‌کنیم به سمت استان لرستان، شهر ازنا، که قراره در شهر ازنا دوست دوچرخه سوار و کوهنوردمون رو ببینیم و اون ما رو ببریم به دریاچه گهر. هورا! همینطور که از اسمش پیداست یه دریاچه است، اما در دل کوها و برای رسیدن بهش باید 13 کیلومتر پیاده‌روی کرد. با ما همراه باشید. مطمئنا دیدن این دریاچه شما رو هم شگفت زده می‌کنه. بعد 250 کیلومتر باد شدید رسیدیم ازنا. سلام. خیلی خوش اومدین. گروه گرم و صمیمی و غیر کرونایی داریم. در ساعت 5 و نیم صبح و ما قراره بریم دریاچه گهر. با چه ساعت؟ به شنا کنیم. بله اینجوری ها که میبینیم مثل خیال شد همجوری نشستیم. با آقا امین عزیز برادر جای همه دوستان خالی. این عطاس عطا خیلی بزرگ شده تو این مسابقه. نه اشنام سبا جان. حالا موزیکو بره که بریم بابا شهر. اینا دو ساعت دارم آقا میدنم. خب داریم راه میفتیم به سمت دریاچه. فکر کنم 18 کیلومتر پیاده روی داریم و بریم. بارمون هم میخورده سنگینه. بریم ببینیم چیکار میکنم. پوله هامون، بچه هم آماده، همه شون امین خان 18 کیلومتر پیاده روی کنیم؟ بله تقریبا 18 کیلومتر. حالا فیلم ها رو میگیریم برای دوستان. زیاده به نظرم 18 کیلومتر. به 18 تا فکر نکنیم. ولی خب باشه ما خوش بگیریم. آره یواش یواش میریم. عطا جان نظر شما چیه؟ بزرگ یواش. سلام وقت خیلی خدمت حضار. عرضم به حضورتون که کوله خوشگی دیوتر اورجینال نیست، درگ بگه و این کوله ها. امیدوارم خوش بگذره بچه ها. بریم که ببینیم چجوریه. هنوز دو قدم نرفته بودیم که مسیر طولانیه، بارم سنگینه، تصمیم گرفتیم یه الاغ بگیریم که بارو ببره. اینم از بچه ها وسیله عزیز. خب ما جلو میرم و الاغ مهربونم قراره برامون بارا رو بیاره. چه موجایی داره الاغ؟ چند تا هویج برات گرفتم بدم حال کنم. نوش جان بچه ها در چه حالن؟ عالی فعلا عالی. یه کیلومتر اومدیم تو خدا نشموری ها. این منظره عالیه. هوای بهاری. کوههای برفی هم روبرومونه. واقعا زیباست. تمام ریه‌هام انگار داره این اکسیژن رو جذب میکنه، بعد میره تک تک سلولای بدنم. خیلی تازه و خوبه. به به خوبه. خوشگلی خیلی خوش خفن و قشنگه. بسیار بیوتیفول عالی. اینقدر حرف میزنن یه دقیقه سکوت نمیکنن.
به به چی منظره الان نیست. برنده ها میخونن یه عطر خوش گیاه تازه بوی خیار میاد، خیلی خوبه. به 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 چه گلای زیبایی. به 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 گل زنبور بود. آره از من تو معروف. البته اینو اهل دلا میدونن 10 دقیقه یعنی چی. آره 10 دقیقه کوچولو. پشت این کوه هست، پشت این تپه هست. چه آخره؟ آخره. حدود یک ساعت و نیم دو ساعت داریم پیاده روی میکنیم و رسیدیم نصف مسیر اومدیم. احتمالاً یک ساعت تا یک ساعت و نیم دیگه هم پیاده داریم تا دریاچه. اینجا وایسادیم یه صبونه بخوریم و بعدش هم ادامه مسیر. من یه دقیقه رفتم دستشویی ها قرار کردن با کلی مشکل پیداشون کردیم و برگشتونیم ولی راضی نمیشه. خب شما تعریف کنیم چی شد موقعی که ما بهشون گفتیم به این آقایون که خرا نرن. ببینید صاحبش که میخواست بره من گفتم آقا خرا رو بستین، گفت نه نیاز نیست. بعد که رف یه چشمک به خرا زد که خرو من دارم میرم دور بزن برگرد بکنه بکن بزنید برگرد بکن بزن. میخوایم خره رو نمکگیر کنیم و بهشون هویج بدیم. خرگیرون داریم که اینقدر بگردم تو معلومه بریدی دو خیلی راستم. من اینجا گفتم که عطر برو بگیر فکرم خب برای میاد آب میخوره دیگه. دیدم نه مثل گازشو گرفت بره. بیا بریم بیان بیان همه بیان اونم بیان اصلا میخواد یا شاید صداش کن، حرف بزن باهاش. خیلی باحال بود. خوش. آها، برو خوبه، خوبه. برو دیگه. نه، بیارش نزدیک، بیارش نه. بیا کمی برتر، بیا بیا بیا. بالا، برو. بیا بالا من بگیر. برو، برو. چی شد؟ سوار شد دیگه. برو. اوش. بیا بیا همه بیا. آها. نه نه نه. خوبه ندا. آه خوبه. الاغ سواری چطوره؟ سره سره. موتور خوبه یا الاغ؟ نه موتور موتور. تا حالا اونا قد زاویه ندیده بودم. خیلی خیلی از عجیبیه نمیدونم. این آدم روی حیوان بشینه یه حس عجیبیه. چیز داره و بار گفتگو هم داره. آره. یکی بگی سرعتش میره بالا، یکی بگی وای میسته. حالا الان جاش نیست ولی امتحان میکنه. برای نگه داشتن اولاد. هوش هوش هوش
خوش میگی وای میسه تو خوش سی جی هم میان آره مسیر از اون چی که فکر میکردیم واقعا سخت‌تر بود و در مسیر هزار بار خدا رو شکر کردیم که اون الاغا رو گرفتیم وگرنه با این همه بار که ما داشتیم واقعا دهنمون سرویس میشد. خسته شدیم ولی خیلی نزدیکیم دیگه. دیگه تقریبا چه آب زلالی. آه مثل اینکه به اشک چشم گهر داریم نزدیک. اشک چشم معروفی که میگن همین. بله تمیز. چی دیدی ندا جون؟ بروش ببین خیلی تو ارتفاع 2800 متری هستیم و اینم دریاچه زیبای گهر امین افتاده جلو و قراره یه جای کمپ خوب بهمون معرفی کنه. بعد از کمی پیاده روی دور و بر این دریاچه بکر و دیدنی جای کمپمون رو پیدا کردیم. بچه آتیشی بودم میزنه. میخوایم همبرگر آتیشی بزنیم. اینجا بنداد یه نمی اینجا سه تا سه حالا فانتا سه نفر شدیدن دارن آشپزی میکنن که اینا رو بذاریم What's up? اینم از همبرگر So nice بسیار تمام روز رو منتظر بودم باید بخوابه تا بپرم تو آب. من به عشق شنا تو این دریاچه اومده بودم اما باید نخوابید که نخوابید. آب هم بعد از ظهر داشت هی سردتر که نه یختر و یختر میشد که بالاخره تصمیم خریم رو گرفتم و پریدم توی آب. نمیشد دریاچه به این قشنگی توش نپرید. هشام واقعا سرد بود و بدنم تقریبا احساس کنم سوخته و اینکه هنوز بدنم حس نمی کنم و اصلا هیچ حس لامسه رو سطح پوستم نیست و انگار که بی‌حسه. ولی خیلی خوب بود، خیلی حس فوق‌العاده‌ای بود. واقعا این دریاچه بی‌نظیر بود و اینکه اینقدر جیغ کشیدم همه انگار انرژی کاذب از بین رفت و اینکه اون لحظه که مثلا اینطوری یهو میپری توی آب، توی آبای ولرم هم مثلا شوکه کننده است و این آب خیلی شوکه کننده بود. خیلی قشنگ احساس کردم این سرم دیگه حس نداره. خیلی حال داد، خیلی حال داد. سلام، صبح بخیر. یه شب خوب و باحال و تقریبا سرد و اینا رو گذروندیم و با یه منظره خوشگل کنار این
دریاچه زیبا بیدار شدیم و داریم چادرمون رو جمع میکنیم که اینجا بشینیم صبحانه بخوریم. به 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 بس سوسیس تخم مرغ. خیلی قشنگه. خوب کف آب معلومه. وای چقدر قشنگه و اینکه بی نهایت بیش از این چیزی که فکر کنید آبش سرده چون در ارتفاع و این چشمه است، یعنی یه چشمه داره میجوشه که این آب جمع شده، درسته؟ بله، یه قسمتش هم از آب برفایی که کوه آب میشه. کوه آب میشه. یه بار اینجا رو با تابستونی بیایم، بعد شبانه بیایم، مثلا عصر حرکت کنیم قسمت اون خط در واقع ساحلی تورش. خودشون به اینجا میگن جنگل، ولی منظور یه بخش متراکم درخت هست که نمیشه بهش گفت جنگل، ولی خب برای کسی که توی این منطقه زندگی میکنه حکم یه پارک جنگلی رو داره. آره قشنگ ماهی ها پیدان دروش دروش، الان اون قسمت 7-8 تا ماهی دارن میچرخن. تقریباً 18 کیلومتر 19 کیلومتر پیاده روی داریم که مسیر رو برگردیم، ولی باید با دریاچه خدافظی کنیم. دریاچه زیبا. برای برگشتم از اولاغ خبری نیست و خودمون کولاهامون رو بستیم و باید کوله کشی کنیم. کولامون سبک شده چون تقریباً مواد خوراکیشو خوردیم. مرسی که سابسکرایب میکنید، لایک میکنید و کامنت میذارید برامون. تا ویدیو بعدی خدافظ. بابی که این بایم آل اختی آیا دانیشین هوری لیار بخمو بخیال. وای وای تو مسلمون نیست. برو برو کجا کجا بابا پاپ زفت کرد متفاوقت شد. نه با کم نرو ات نداره همین بخواب با کابرندم درد داره سنگ ماشاءالله داره خیلی میشه. اولاغ گرفتن امین و سباب عطاخان داندان. ماشاءالله 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 اوتوپایلوته. درود درود بر شما.